جنگ ارتش سودان با نیروهای پشتیبانی سریع تقریبا از دو هفته پیش شدت گرفته و همزمان تلاش بین المللی برای برقراری آتش بس افزایش یافته است. این شرایط باعث شده که سودان با یکی از بدترین بحرانهای سوء تغذیه در جهان دست و پنجه نرم کند. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه با هم می‌بینیم. سازمان پزشکان بدون مرز میگوید که درگیری در شهر الفاشر سودان دست کم 130 کشته و حدود 1000 زخمی بر جا گذاشته است. تعداد کشته و زخمی ها احتمالاً بسیار بیشتر است، چرا که این آمار فقط به آنهایی اشاره دارد که به بیمارستان ها منتقل شدند. سازمان بهداشت جهانی WHO نیز چند روز پیش هشدار داد که سیستم بهداشتی سودان در حال فروپاشی است و تنها 20-30% از امکانات در سطوح حد اقلی کار می کنند. از سوی دیگر سخنگوی آژانس بهداشت سازمان ملل می گوید که تجهیزات پزشکی تنها 25% نیازها را می توانند تأمین کنند. وضعیت به ویژه در مناطق صعب العبور که امکانات بهداشتی در آنها ویران و یا غارت شده بسیار وخیم گزارش شده و همچنان با کمبود شدید کارکنان، دارو، واکسن، تجهیزات و تدارکات دست و پنجه نرم می کنند. به دلیل در دسترس نبودن انبار داروهای سازمان ملل در این منطقه، افرادی که از دیابت، فشار خون بالا، سرطان یا نارسایی کلیه رنج میبرند، ممکن است به دلیل عدم درمان دچار عوارض شوند یا جان خود را از دست بدهند. شیوع بیماری‌های گوناگون با بیش از 1,300,000 مورد مالاریا، 11,000 مورد وبا، بیش از 4,600 مورد سرخک و حدود 8,500 مورد تب دنگی در حال افزایش است. بر اساس آمارهای بین المللی نزدیک به 4,000,000 کودک در این کشور دچار سوء تغذیه حاد هستند. تخمین زده می شود در سودان 730,000 نفر نیز از سوء تغذیه شدید رنج می برند که در صورت عدم درمان ممکن است زندگی آنها به خطر بیفتد. از سوی دیگر بر اثر وضعیت وخیم و جنگ‌های پی در پی در این کشور، نظام سلامت نیز در آستانه فروپاشی است و ارائه خدمات بهداشتی و تغذیه مختل شده است. لازم به ذکر است از ماه مارس یونیسف با حمایت افراد و سازمان‌های امدادرسان کمپین‌های یک پارچه برای بقای کودکان را در ایالت‌های کاسالا و رودخانه نیل راه اندازی کرده تا فوراً خدمات حیاتی تغذیه و بهداشت را به حد اکثر تعداد ممکن کودکان با تمرکز بر کودکان زیر 5 سال ارائه دهد. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران همراه ما هستند. آقای فراغت سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. اجازه بدید با این سوال گفتگو را آغاز کنم. به عنوان یک روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای بفرمایید نقش رسانه‌ها و خبرنگاران در انتقال حقایق و مشکلات کشورهای نظیر سودان به افکار عمومی چیست و همچنین چه راهکارهای داخلی و بین المللی برای حل فجایعی که در سودان در حال رخ دادن وجود داره؟ درود و ادب و احترام رسانه های مستقل نسبت به این فاجعه انسانی در سودان باید بپردازند و افکار عمومی جهان رو آماده کنن که چه فجایعی داره در سودان شمالی در شهر الفاشر اتفاق میفته. متاسفانه به دلیل دخالت بعضی از کشورهای غربی و همچنین کشورهای عربی و همچنین شرقی، رسانه هاشون به این موضوع نمیپردازن و هر کشور مسلمونی هم که متاسفانه نفت داشته باشه دچار این به هم ریختگی و دخالت های کشورهای شرقی، غربی و همچنین عربی هستند. این اتفاق زیبنده جامعه انسانی و جامعه بشریت امروز نیست. متاسفانه آنچه که در شهر الفاشر بین اختلافی که بین ارتش رسمی یعنی الفتاح و همچنین جنرال حمیدتی که با پشتوانه شرقی و غربی دارن دخالت میکنن روی داده اصلا زیبنده نیست. یه مثال بزنم، بعد از اینکه گروه واگنر حمله کرد به سوی مسکو و بعد از متوقف شدن حمله، گروه واگنر برای آموزش دادن نظامی های
سودانی برخی از نیروهاشو در سودان پیاده کرد و همین نشون میده که کشورهای غربی و شرقی کاملا اونجا رو به عنوان منافع خودشون حساب کردن و دخالت میکنن و این اتفاقاتی هم که در این ایام در شهر الفاشر و این فاجعه انسانی برای مردم عزیز مسلمان سودان رخ داده با دخالت‌های کشورهای عربی، شرقی و غربیه. سپاس از شما امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای که از تهران همراه ما بودند.